لحظه هایی بود که بیش از هر زمان دیگه احساس می کردم از زندگی جا موندم. یکم خونه رو جمع جور کردم، یونیفارم رو شستم و بعد وقتی داشتم در نوعی مالی خولیای آروم فرو می رفتم، زنگ درب صدا در اومد. بلند شدم و با خستگی آیفون رو برداشتم. انتظار داشتم پستچی یا پیکی باشه که اشتباهی پیتزا آورده باشه. گفت لویزا؟ گرچه بلافاصله فهمیدم کیه ولی پرسیدم شما؟ گفت سم هستم، سم آمبولانسی. فقط داشتم از سر کار میرفتم خونه و من فقط خب اون شب چنان با عجله رفتی که فکر کردم مطمئن بشم حالت خوبه. گفتم بعد از 2 هفته؟ خب تا حالا ممکن بود گربه ها خورده باشنم. گفت حدس میزدم نخوردنت. گفتم من گربه ندارم. سکوت کوتاهی برقرار شد. گفتم ولی حالم خوبه سم آمبولانسی، ممنون ازت. گفت عالیه، از شنیدنش خوشحالم. جام رو تغییر دادم تا اون رو توی تصویر سیاه‌سفید برفکی آیفونم ببینم. به جای یونیفرم پزشکی یه ژاکت مخصوص دوچرخه سواری پوشیده و یکی از دستهاش رو به دیوار تکیه داده بود و حالا دستش رو برداشت و به سمت خیابون برگشت. دیدم که نفسی بیرون داد و همون حرکت کوچیک ترغیبم کرد که چیزی بگم. گفتم خب برنامه چیه؟ گفت برنامه خاصی ندارم، فعلا دارم تلاش میکنم از آیفون مخ یه نفر رو بزنم که موفق نمیشم. بلند زدم زیر خنده. گفتم من سالها پیش قید این کار رو زدم، آخرش مجبور میشی برای طرف یه نوشیدنی بخری. دیدم که میخنده. به دور اطراف آپارتمان ساکتم نگاه کردم و قبل از اینکه بتونم به حرفی فکر کنم گفتم همون جا بمون، الان میام پایین. میخواستم ماشینم رو بیارم ولی وقتی کلاه ایمنی یدکی موتورش رو دراز کرد، اصرار به آوردن وسیله نقلیه خودم لوس بازی به نظر می اومد. کلیدامو تو جیبم گذاشتم و منتظر موندم تا اشاره کنه سوار شم. گفتم تو یه پزشکیاری و سوار موتور میشی؟ گفت خودم میدونم، ولی اینا تنها عادت بدیه که برام مونده. پوزخند خبیثانه ای زد. یهو چیزی توی وجودم پیچید و پرسید تو کنار من احساس ناامنی میکنی؟ هیچ جواب مناسبی برای این سوال نداشتم. نگاهمو به چشماش دوختم و سوار شدم. اگر کار خطرناکی میکرد بعدش مهارت جمع جور کردنم رو داشت. کلاه ایمنی رو که سرم میذاشتم پرسیدم خب باید چی کار کنم؟ تا حالا سوار موتور نشدم. گفت اون دوتا دسته کنار ترک موتور رو نگه دار و فقط خودت رو با حرکات موتور هماهنگ کن. به من نچسب. اگر مشکلی بود بزن روشونم و من نگه میدارم. گفتم کجا میریم؟ گفت از دکوراسیون داخلی چیزی میدونی؟ گفتم امیدی به هم نیست. چطور؟ استارت زد. گفت فکر کردم خونه جدیدم رو بهت نشون بدم. و بعد وسط ترافیک شهر بودیم. لای ماشین ها و کامین ها میگذشتیم و تابلوهای منتهی به بزرگ راه رو دنبال میکردیم. مجبور شدم چشامو ببندم، به کمرش بچستم و امیدوار باشم که صدای جیغم به گوشش نرسه. اونقدر رفتیم تا به انتهای شهر رسیدیم، جایی که باغچه ها بزرگتر شدند و بعد جای خود رو به مزارع دادند و خونه ها به جای شماره اسم داشتند. داخل خونه روستایی شدیم که تقریبا به روستای کنارش چسبیده بود. سم جلوی دروازه ورودی یک مزرعه سرعتش رو کم کرد و بالاخره موتور رو نگه داشت. به من اشاره کرد که پیادشم. کلاه ایمنی رو برداشتم. هنوز صدای تپش قلبم توی گوشم میپیچید. سعی کردم با انگشتانی که هنوز به خاطر چنگ زدن به دسته‌های ترک موتور بی‌حس بودند، موهای عرق کردم رو کمی از رو سرم بلند کنم. سم دروازه رو باز کرد. نصف محوطه رو علف پوشونده بود و مابقی رو مصالح ساختمونی که این ور اون ور پخش بودند. کمی اون طرفتر از کارگاه ساختمونی پشت یه پرچین بلند یه واگن قطار متروکه به چشم میخورد. کنار اون تعدادی مرغ این ور اون ور میرفتند که چند تا از اونها با نگاه منتظری به سمت ما چشم دوخته بودند. سم با شوق گفت خونه من. گفتم خوبه؟
نگاهی به اطراف انداختم. گفتم حالا خونت کجاست؟ سم به مزرعه راه افتاد. گفت اونجا اون فونداسیونشه. تو 3 ماه گذشته بیشتر وقتم رو پیریزیش کردم. گفتم تو اینجا زندگی میکنی؟ گفت آره. به دالهای بتونی خیره شدم. وقتی دوباره نگاهش کردم چیزی در حالت صورتش باعث شد حرفی که میخواستم بزنم و بخورم. دستی به سرم کشیدم. گفتم خب میخوای تمام وقت اینجا وایسی یا میخوای دوروبر رو نشونم بدی؟ زیر پرتو خورشید عصرگاهی و در بین رایحه علف استخدوس و وزوز آروم زنبورها آهسته و آروم روی پی بتونی ساختمان قدم میزدیم. سم جایی که پنجره ها و درها قرار می گرفتن و نشونم داد. گفت این حمومه. گفتم یکم بادگیره. گفت آره باید یه فکری براش بکنم. مراقب باش اون که راه رو نیست. یه راست وارد حموم شدی. از روی بلوک های سبکی که روی هم انباشته شده بود قدم روی قسمت بتون ریزی شده بزرگ دیگه گذاشت. دستشو دراز می کرد تا من هم بتونم بی خطر عروشون رد شم. گفت و این هم اتاق نشیمنه. بعد انگوشتشو دراز کرد و مربعی ساخت. گفت از اونجا بتونی حومه شهر رو نگاه کنی. به منظره‌ای که مقابل چشمم سوسو میزد نگاه کردم. احساس میکردم نه فقط 10 مایل بلکه میلیون ها مایل از شهر دوریم. نفس عمیقی کشیدم و از غیر منتظره بودن همه چیز لذت بردم. گفتم خوبه ولی فکر کنم جای کاناپت غلطه. 2 تا نیاز داری. یکی اینجا و شایدم یکی اونجا. و فکر کنم یه پنجره هم اونجا لازم داری. گفت اوه آره باید از 2 طرف نما داشته باشه. گفتم به علاوه حتما باید درباره جای انبار تجدید نظر کنیم. عجیب بود که با چند دقیقه قدم زدن و حرف زدن واقعا میتونستم خونه رو تصور کنم. دست سم رو دنبال می کردم که به شومینه های نامرئی اشاره می کرد. راه پله ها رو از میان تخیلاتش احضار و بر سقف های نادیدنی خطوطی ترسیم می کرد. می تونستم پنجره های قدی، نرده های پلکان رو که قرار بودی که از دوستاش از بلوط های پیر براش به تراشه رو به وضوح ببینم. گفتم دوست داشتنی می شه. گفت حدوداً 10 سال دیگه ولی آره میدونم. امیدوارم که اینجور بشه. نگاهی به اطراف زمین انداختم. سبزیکاری ها، مرغایی در حال حرکت و آواز، اونها رو به خاطر سپردم. گفتم باید بهت بگم توقع اینو نداشتم. تا حالا وسوسه نشدی کمک بیاری؟ معماری؟ کسی؟ گفت احتمالاً آخرش همین کارو میکنم ولی دوست دارم تا جایی که بتونم خودم کاراشو انجام بدم. خونه ساختن برای روحیه آدم خوبه. شونه بالا انداخت و ادامه داد. گفت وقتی تمام طول روز رو به راست و ریس کردن زخم چاقو میگذرونی، دوچرخ سوارایی که زیاد به خودشون مطمئن نیستن و زنهایی که کیسه بوکس شوهرشون هستن و زنهای احمقی که از پشتمون پرت میشن پایین، لازمه که یه همچین جایی باشم. بعد به میکسر بتون و کپی آجرها اشاره کرد. گفت این کارو میکنم تا بتونم باهاش کنار بیام. داخل واگن قطار شده به من اشاره کرد که باهاش برم. گفت آبجو؟ داخل واگن به هیچ وجه شبیه یک واگن قطار نبود. آشپزخونه کوچیک و تمیزی توی اون گوشه دیده میشد که بسیار منظم بود. یک صندلی روکشدار المانند هم انتهای واگن گذاشته بودند و هنوز بوی خفیف موم زنبور عسل و مسافرها به مشام می رسید. گفت من از این خونه های کاروانی خوشم نمیاد. انگار داشت چیزی رو توجیه می کرد. به صندلی اشاره کرد و گفت بشین. بعد آبجوی خونکی از یخچال بیرون کشید. درش رو باز کرد و دستم داد. کتری رو برای خودش روی گاز گذاشت. گفتم تو آبجو نمی خوری؟ به نشونه منفی سرش رو تکون داد و گفت یه چند سالی از شروع کارم گذشته بود که فهمیدم وقتی خونه میام باید یه نوشیدنی بخورم تا آروم شم. بعدش شد 2 تا و بعد به خودم اومدم دیدم تا 2-3 تا نخورم آروم نمیشم. ظرف چای رو باز کرد. چای کیسه رو توی لیوان انداخت. گفت و بعد من
یکی از نزدیکانم رو از دست دادم و تصمیم گرفتم یا باید تمومش کنم یا دیگه هیچ وقت نمیتونم دست از خوردنش بردارم. موقع گفتن این حرفا نگاهم نمیکرد. فقط اطراف واگن قطار راه میرفت. حضوری فراگیر ولی دلپذیر در میان دیوارهای نازک واگن موج میزد. گفت: بعضی وقتا یه لبی تر میکنم ولی امشب نه، چون باید تو رو برسونم خونه. اظهار نظرهایی مثل این از میزان استراب نشستن توی یک واگن قطار همراه مردی که درست نمیشناختمش کم میکرد. چطور میتونی فاصلت رو با کسی حفظ کنی که از بدن درهم شکسته و تقریبا اوریانت پرستاری کرده؟ چطور میتونی کنار مردی که از قصدش برای رسوندن به خونه حرف میزنه احساس نگرانی کنی؟ انگار حوادث اولین برخوردمون تمام موانع معمول و ناشیانه اولین جلسه آشنایی رو از پیش پامون برداشته بود. یعنی میتونستم در کنارستم احساس آرامشی داشته باشم که در کنار کسی دیگه نداشتم. واگن منو یاد کاروانهای کولی انداخت. در بچگی دربارشون خونده بودم که در اون هر چیزی جای خودش رو داره و نظمی بر فضای محدودش حاکمه. فضای اینجا هم راحت ولی ساده و بیشک مردانه بود. بوی خوشایندی از چوب گرم آفتاب خورده میومد. به گمانم یه شروع جدید بود. نمیدونستم چه اتفاقی برای خونه قدیمی او و جیک افتاده. گفتم: خب جیک دربارهش چه فکری میکنه؟ بالیوان چاییش اون طرف نیمکت نشست. گفت: اوایل فکر میکرد دیوونه شدم ولی حالا خوشش اومده. وقتی سرش شیفتم کارهای حیوانا رو انجام میده، عوضش بهش قول دادم وقتی 17 سالش تموم شد بهش یاد بدم دور زمین موتور برونه. لیوانش رو بالا گرفت. گفت: خدا به هم کمک کنه. من هم در جواب آبجوم رو بالا گرفتم. کمی سرخوش شده بودم، شاید به خاطر لذت بیرون رفتن با مردی که وقت صحبت چشم از چشمانت بر نمی داشت، یا موهاش که می‌خواستی اونها رو با انگشتانت به هم بریزی، یا شاید فقط به خاطر دومین آبجو بود، نمی‌دونم. ولی هرچی بود، بالاخره داشتم لذت می‌بردم. از هوای داخل واگن احساس خفگی می‌کردم. برای همین بیرون رفتیم. روی دوتا صندلی تاشو نشستیم و نوک زدن مرغ‌ها زمین رو تماشا می کردیم که به طرز عجیبی آروم بخش بود. به قصه های سم درباره بیماران چاقی گوش می دادم که برای بلند کردنشون 4 تیم لازم بود و از اعضای جوانان باندی گفت که حتی وقتی داشتن در آمبولانس اونها رو بخیه می کردند هم سعی داشتن به هم حمله کنند. همینطور که حرف می زدیم متوجه شدم که دزدکی و پنهانی نگاهش می کنم. به طرز نگه داشتن لیوانه در دستاش، به لبخندهای بی دلیلش که سه خط بی نقص گوشه هر چشمش می انداخت. خطهایی که گویی نقاش زبردست با دقت اونها رو نقاشی کرده باشه. برام از والدینش گفت. پدرش یک آتش نشانه باز نشسته و مادرش یک خواننده کلوپ های شبانه بود که به خاطر بچه ها شغلش رو رها کرده بود و اشاره کرد و گفت: فکر کنم برای همینه که لباس کارت با من حرف میزنه. من با چیزهای براق راحتم. اسم همسر مرحومش رو نیاورد ولی گفت که مادرش درباره کمبود طولانی مدت حضور زنانه در زندگی جیک نگرانه. گفت: ماهی بار مامانم میاد اینجا و به زور جیک رو میبره کالدیف تا خودش و خواهرش دورو بر جیک بگردن و جیک جیک کنند، بهش غذا بدن و مطمئن بشن که بندازه کافی جوراب داره. آرنج هاش رو روی زانوهاش تکیه داد. گفت: موقع رفتن آه و ناله را میندازه ولی ته قلبش خوشش میاد. بهش گفتم: لیلی برگشته و از داستان ملاقاتش با ترینرها یکه خورد. درباره حالات روحیش که گیجم میکرد و دمدمی مزاجیش گفتم. اون در تمام مدت سر تکون میداد. انگار براش همه اینها قابل پیش بینی بوده. وقتی از مادر لیلی تعریف کردم با تأسف گفت: فقط صرف این که پول دارن باعث نمیشه پدر مادر بهتری باشن.
اون مادر اگر بیمه بود احتمالا خدمات اجتماعی هر از گاهی بهش سر می زدن. لیوانش رو به سمتم بالا گرفت. گفت کاری که داری می کنی خیلی خوبه لوئیسا کلارک. گفتم مطمئن نیستم که خیلی خوب انجامش بدم. گفت هیچ کس هیچ وقت فکر نمی کنه داره با نوجوانا خوب کاری می کنه. فکر کنم مسئله به خود نوجوانا برمی گرده. سخت می شد این سم رو که در خونه راحت نشسته و به مرخاش می رسه رو کنار سم گریان به دنبال زنانی گذاشت که در جلسه گروه دربارش شنیده بودم. ولی خیلی خوب می دونستم که شخصیتی که تصمیم می گیری به جهان ارائه بدی می تونه خیلی متفاوت از شخصیت درونیت باشه. می دونستم که اندوه می تونه باعث بشه طوری رفتار کنی که حتی خودت نمی تونی اون را بفهمی. گفتم واگن قطارتو دوست داشتم و خونه نامرئیت رو. گفت پس امیدوارم دوباره بیای. مشتاقانه فکر کردم اگر روشش برای بلند کردن زنها اینه که خب پسر کارش رو خوب بلده. ترکیب قوی بود، پدر داغدار با ظاهر موجه، لبخندهای نادر، اونطور که میتونست همه رو راضی کنه. مرتب به خودم میگفتم اجازه نمیدم تبدیل به یکی از اون دوست دخترهای دیوونه بشم. ولی تنها در هم نشینی با چنین مرد خوش قیافه‌ای لذت عجیبی وجود داشت. داشتن احساسی غیر از اضطراب یا خشم خاموش، احساسات همزادی که بیشتر زندگی روزمره منو در بر گرفته بودند، برام لذت بخش بود. در عرض چند ماه گذشته تنها برخورد من با جنس مخالف تحت تأثیر الکل اتفاق افتاده بود و به یک تاکسی و اشک‌های ناشی از نفرت نسبت به خودم زیر دوش حمام ختم شده بود. گفتم نظر تو چیه ویل؟ کارم درسته؟ هوا تاریک تر شده بود. مرغ‌ها رو تماشا کردیم که قدقد کنون و با عصبانیت به لونه‌هاشون می رفتند. سم نگاهم می کرد. به پشتی صندلیش تکیه داد. گفت لوئیسا کلارک، من حس می کنم وقتی داری با من حرف می زنی یه گفتگوی دیگه هم تو ذهنت یه جای دیگه تو جریانه. خواستم با پاسخ تیز هوشانه جوابش رو بدم ولی حق با اون بود و نمیتونستم چیزی بگم. گفتم من و تو هر دومون داریم از یه چیزی فرار میکنیم. گفت اوه تو خیلی روکی. گفتم و حالا باعث شدم احساس ناراحتی کنی؟ گفت نه. نگاهی به روش انداختم. گفت خب شاید یکم. پشت سرمون کلاغی با سر و صدای زیاد تو آسمون اوج می گرفت. به هم خوردن بالهاش هوای راکت رو به جریان می داخت. با احساس نیاز شدید به مرتب کردن موهام جنگیدم و به جای این کار آخرین جرعه آبجوم رو سر کشیدم. گفتم خب یه سوال واقعی دارم. به نظرت چقدر طول می کشه به مردن یه نفر عادت کنی؟ منظورم کسیه که واقعا عاشقش بودی. نمیدونم چرا از اون این سوال پرسیدم. با توجه به شرایطش ظالمانه و بیش از حد بی‌پرده بود. شاید ترسیده بودم که اون آدمی که بی اختیار به رابطه جنسی دست میزنه کم کم خودش رو نشون بده. چشمان سم گرد شد. گفت اوه خوب. بعد نگاهی به لیوانش انداخت و به زمین هایی که توی سایه فرو رفته بودند ادامه داد و گفت مطمئن نیستم که هیچ وقت فراموش کنی. گفتم باعث خوشحالیه. گفت نه جدی میگم، خیلی بهش فکر کردم. یاد میگیری باهاش زندگی کنی، باهاش کنار بیای، به خاطر اینکه اونها همیشه کنارت میمونند، حتی اگه دیگه یه آدم دیگه نباشن، نفس نکشن. دیگه اون قصه شکننده‌ای که اوائل حس می کردی نیست. اون قصه‌ای که تو رو تو خودش فرو می بره و باعث میشه جاهایی بخوای گریه کنی که جاش نیست و به طرز غیر منطقی از دست تموم احمقهایی که زنده اند در حالی که عشق تو مرده عصبانی بشی. فقط یه چیزیه که یاد می گیری باهاش زندگی کنی. مثل کنار اومدن با یک حفره خالیه. نمی دونم. مثل اینه که از یک کلوچه تبدیل بشه به یه دونات. چنان غمی در صورتش نشسته بود
که یهو احساس گناه کردم. گفتم یه دونات؟ با لبخند نصف نیمه گفت تشبیه احمقانه یه. گفتم نمیخواستم. سرش رو تکون داد، به علفهای بین پاهاش و بعد از گوشه چشمش به من نگاهی کرد و گفت بی خیال، بیا تو رو برسونمت خونه. قدم زنون از مزرعه گذشتیم تا به موتورش برسیم. هوا سرد شده بود و من دستام رو روی سینه جمع کردم. سم متوجه شد، کتش رو به سمتم گرفت. وقتی گفتم مشکلی ندارم اصرار کرد. کتش به طرز خوشایندی سنگین بود و حس قوی مردانه‌ای داشت. سعی کردم بوش نکنم. گفتم تمام مریضاتو اینطوری بلند میکنی؟ نگاهی بهم کرد و گفت فقط زنده هاشونا. خندیدم. خنده ناگهانی که از دهنم بیرون پرید از اون چه که قصدش رو داشتم بگم بلندتر بود. گفت در اصل ما نباید با مریضامون قرار بذاریم. کلاه ایمنی اضافی رو به سمتم گرفت. گفت ولی فکر کنم تو دیگه مریضم نیستی. کلاهو گرفتم. گفتم و اینم که واقعا قرار نیست. گفت نیست؟ همینطور که سوار می شدم تکونه کوچیک فیلسوفانهی به سرش داد و گفت باشه نیست.